با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میکنم. دکتر سیاوش هستم، سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوشحالم باشید آقای میبودی. تشکر میکنم، خوشحالم سر شما. آقای عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. اون افغانی در گفتگو با وسایل ارتباط جمعی بیانیه‌هایی که منتشر میکنن به ویژه از سوی هیئت شمال و همینطور یعنی ائتلاف شمال و گروه محمد ظاهرشاه. اما بریم به سراغ جزیره. امروز وزارت خارجه آمریکا یادداشت اعتراضی تسلیم دولت قطر کرد، اعتراض کرد به موجودیت عملی کرده در واقع یک تلویزیون کوچک به نام تلویزیون جزیره که تبدیل شده به مهمترین رسانه جهانی در رابطه با بحران موجود. نظر فرانسوی ها چی آقای عباسی؟ چه اطلاعاتی داریم از تلویزیون جزیره؟ بله، همونطور که دیروز من خصوصی خدمتتون پریروز عرض کردم، پیش از اینکه امریکا این اعتراض خودش رو بکنه ما این تشخیص رو دادیم که واقعا مسئله خواهد شد تلویزیون الجزیره برای جنگی که امریکا اعلام کرده و بخشی از کشورام هم حمایت نظامی و بخشی حمایت تبلیغاتی ازش میکنن. میدونید که تلویزیون الجزیره آقای میبودی، من تو پرانتز یک نکته بگم، امروز من بخشی از کنفرانس سران کشورهای اسلامی آفن وزرای خارجه و اینا که اونجا تشکیل شده بود در دوحه رو میدیدم، مستقیم بخشیش رو پخش میکرد و اینها. یه نکته تو پرانتز بگم بعد بون بپردازم به پرسش خودتون، این بود که در نشست امروز در دوحه بسیاری از این وزرا و ملوک پادشاهانی که پیام داده بودن، صحبت که در پیام‌هاشون صحبت از گفتگوی تمدن‌ها می‌کردن، یعنی این گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک تئوری و فرضیه جا افتاد و صحبت چی می‌کردن. اما الجزیره آقای میبودی، همونطور که می‌دونید الان هم تلویزیون الجزیره تنها کانال جهانی هست که تمامی گزارش‌ها و خبرهاش تقریبا در دفاع و حمایت از طالبان هست، یعنی کنفرانس های مطبوعاتی رو که میذاره، نشست هایی که میذاره، چون من زیاد میبینم این کانال رو، سعی میکنه که این حمله امریکا به افغانستان رو به گونه‌ای محکوم کنه و هر کسی که در محکومیت حرف بزنه باهاش صحبت میکنه. مثلا اصلا در روز چندین بار با افراد و شخصیت‌های در داخل خود کابل مستقیم صحبت میکنه، از امکانات ماهواره‌ای برخوردار هست که بتونه کارو بکنه. این از هنگامی که پیام بن لادن رو پخش کرد این مسئله مورد علامت سوال شد و در فرانسه سر صدایی راه افتاد که چون شرایط جنگی اعلام شده در سطح جهان و بن لادن هم به عنوان دشمن اصلی این جنگ هست، خب نبایستی بهش امکان گفتگو با مردم رو داد، ببینید که در اون اینا یعنی نظر غرب است و ببینید که در اون پیامی که ایشون فرستاد دستور جهاد داد و خصوصا بعد از همون جریان و پخش اون نوار بود که در فلسطین شورش شد و بعد خود فلسطینی ها مجبور شدن 3 تا از دانشجوها رو بکشن. اون آنچه شما در تلویزیون های امریکا دیده دای میبادی بخشی بود، من در خود الجزیره که دیدم از کانال های دیگه عربی سانسور شده بود. این پیام به خاطر جلوگیری از ایجاد وحشت در افکار عمومی آمریکایی ها، میگن بخشی از پیام بن لادن رو سانسور کرده بودن، درسته؟ بله، بخشی سانسور شده بود ولی در قرد، ولی الجزیره همش رو پخش کرد، الجزیره. بعد به خاطر همون فلسطینی ها خیلی، یعنی که یهو میدونین بندای خدا جهان آی می بود، باید واقعا یه روزی روی ریشه های این جنگ ها و ترور ها اینا بریم صحبت بکنیم، چون اینکه ما بگیم این جنگ ها رو یا نه، کلا خود من به شما عرض بکنم که من با لشکرکشی که الان داره پرت میکنه امریکا کرد من مخالفم. وقتی احمد شاه مسعود اومد اینجا آقای می بود، چند ماه پیشم بود، چند سالم نبود، من حضور داشتم وقتی که اینها غربیا از احمد شاه مسعود پرسیدن ما چه کمکی میتونیم به شما بکنیم آقای احمد شاه مسعود برای افغانستان، میدونین ایشون چی پاسخ داد؟ گفت ما کمکی از شما نمیخوایم، یه خواهش داریم. گفت چیه خواهشتون؟ گفت به پاکستان بگید که از طالبان حمایت نکنه، اگر پاکستان حمایت شد طالبان بکشه ما 48 ساعته افغانستان آزاد میکنیم. وقتی این کار رو به این راحتی و آسودگی میتونستن بکنن، بند بن لادنی که تا سال 1978 با غرب در تماس بوده و الان هم هنوز هم که هنوز هم میگن دیروز پریروز حسابای بانکیشو بستن، این جو جهان رو این بعد متشوش کردن و جو جنگی در جهان آفریدن، کار درستی نیست. میشد این مشکل رو خیلی راحت‌تر برطرفش کرد. حالا عباسی بعدا میپردازیم به این موضوع، فقط به من بفرمایید که این بن لادن در این پیامی که فرستاد که الان ما تصویرهاش رو صفحه تلویزیون داشتیم از طریق الجزیره،
چه مسائلی رو مطرح کرد که ما در دنیای غرب گوش نکردیم؟ البته من نمیدونم در امریکا چیش پخش نشد. ایشون گفت که من سوگند یاد میکنم که تا هنگامی که مردم فلسطین به سرزمین خودشون نرسن و بر علیه یهودی‌ها صحبت کرد و اینها، امریکا و یهودی‌ها هرگز خواب آسوده نخواهند دید. این بلایی است که آغاز شده است از با اراده الله و تمام سرزمین کفر رو خواهد گرفت و و و که البته اگه خواستین من تمام مطالبی شد دارم، میتونم یه دری برنامه دیگه براتون بذارم و ترجمه بکنم. یعنی و در اونجا به گونه ای تایید کرد که اسلامیون مسلمون ها در سراسر جهان بایستی به جهاد و زدن منافع امریکا و به ویژه تاکید میکرد روی یهودی ها اقدام بکنن. این همین حرف را آقای میبودی دیشب همین تلویزیون الجزیره با وزیر سابق ارشاد افغانستان مصاحبه میکرد مستقیم از کابل. این فرد الان وزیر نیست، قبلا وزیر بود، الان زمان اون مجاهدین وزیر بود. دقیقا این همین حرف بن لادن رو ایشون هم زد دیشب و مردم رو تحریک کرد به نبرد و جنگ علیه یهود و نصارا. عجیب. و امروز هم حتما شنیدین که باز خب این ریشش در کجا؟ معاون بن لادن پیامی داده درست به همون تندی و خشنی پیام بن لادن که تلویزیون الجزیره اونو پخشش کرد و مرتبا داره پخش میکنه. تلویزیون الجزیره آقای میبودی هر لحظه برای اصلا جریان جنگ رو موتور مستقیم پخش میکنید که تنها تلویزیون دنیاست. بله، چون میدونن اونا فقط میخوام ببینم که کجاست، خود فرانسوی ها چی میگن، ریشه این تلویزیون کجاست. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. آدرس جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.